آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت درباره جنگ میان فلسطین و اسرائیل در سخنانی گفت: خوشبختانه بالاخره برخی کمک‌ها وارد غزه شدند، اما قطره‌ای در دریایی هستند که مورد نیاز است. وی همچنین تأکید کرد که اوضاع در خاورمیانه رو به وخامت است و جنگ در غزه ممکن است به منطقه گسترش یابد. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. همزمان با 18 روز از درگیری‌ها میان گروه‌های مقاومت فلسطین و نیروهای اسرائیل، شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی برابر با 24 اکتبر 2023 و 2 آبان ماه جاری نشستی را در سطح وزرای خارجه به ریاست دوره‌ای برزیل برگزار کرد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نخستین سخنران بود. گوترش در این نشست هشدار داد وضعیت خاورمیانه به صورت ساعتی وخیم‌تر می‌شود. جنگ در غزه بیداد می‌کند و خطر گسترش آن در سراسر منطقه وجود دارد. تفرقه و اختلاف جوامع را نابود می‌کند. تنش یک تهدید است. با این حال اصل احترام و حمایت از غیر نظامیان باید رعایت شود. آنتونیو گوترش بدون نام آوردن از حماس یا اسرائیل، هم استفاده از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی را محکوم کرد و هم بمباران جنوب غزه را، جایی که توسط اسرائیل برای پناه گرفتن مردم شمال غزه ایمن اعلام شده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت حفاظت از غیر نظامیان در هر درگیری مسلحانه ای اصل اول است. حمایت از غیر نظامیان به معنی استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی نیست. به این معنی است که به 1,000,000 نفر دستور تخلیه خانه هایشان به جنوب را بدهید که نه پناهگاهی هست و نه آب و غذا و دارو و سوختی، و بعد آن جنوب را بمباران کنید. گوترش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت حمله 7 اکتبر در خلأ روی نداده و مردم فلسطین 56 سال است که گرفتار اشغالی اختناق‌آور هستند و می‌بینند که بر زمین‌هایشان شهرک‌سازی می‌شود و گرفتار خشونت می‌شوند. اقتصادشان خفه شده، مردمشان بیجا شدند و خانه‌هایشان ویران شده است. با این حال وی تأکید کرد نه رنج مردم فلسطین حمله حماس را توجیه می‌کند و نه حمله منزجرکننده حماس مجازات جمعی مردم فلسطین را. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد سوخت ارسالی به غزه چند روز دیگر به اتمام می‌رسد و این به فاجعه ای انسانی در این منطقه منجر خواهد شد. آنتونیو گوترش همچنین اظهار داشت که کمک‌های بشر دوستانه باید بدون هر گونه محدودیت و قید و شرطی وارد غزه شود. وی در ادامه گفت هیچ طرفی در یک نزاع مسلحانه فراتر از قانون انسانی بین‌المللی نیست. گوترش تصریح کرد که ساکنان غزه نیازمند ارسال مداوم کمک‌های بشر دوستانه متناسب با نیازهای ضروریشان هستند. لازم به ذکر است این اظهارات دبیر کل سازمان ملل واکنش تندی از سوی مقام‌های اسرائیلی در پی داشته است. بنی گانتس، عضو کابینه جنگ اسرائیل و رهبر حزب اردوگاه ملی، واکنش بسیار تندی به اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که گفته حملات حماس بیدلیل انجام نگرفته داشته است. روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم اعلام کرد که بنی گانتس در واکنش به اظهارات گوترش تأکید کرد روزگاری که دبیر کل سازمان ملل از تروریسم حمایت کند برای همه دنیا روزگاری سیاه و تاریک خواهد بود و هیچ توجیهی برای کشتار غیر نظامیان وجود ندارد و کسی که در طرف درست تاریخ قرار نگیرد مجازات خواهد شد و کسی که تروریسم را توجیه کند شایسته نیست که به اسم جهانیان سخن بگوید. الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، نشست برنامه ریزی شده در نیویورک با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد را به دلیل اظهارات وی درباره حملات اسرائیل به نوار غزه لغو کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم لغو این دیدار را تایید کرد. کوهن در ایکس پست نوشت: من با دبیر کل سازمان ملل ملاقات نخواهم کرد. پس از 7 اکتبر دیگر جایی برای مواضع بینابینی وجود ندارد. سازمان فلسطینی اسلامگرای حماس که مسئول این کشتار بود باید از روی زمین محو شود. گیلعاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای فوری آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از سمتش شد و گفت که وی شایسته رهبری سازمان ملل نیست.